با درود به بینندگان برنامه مانگا و آهورا. پیشتر گفتیم که هنگامی که محمد و پیروانش از مکه میرن بیرون، به سوی مدینه و اطراف مدینه میرن و چند رویداد مهم اتفاق میفته. یکی از این رویدادها داستان عسل خوردن محمد با یکی از زنانش به نام زینبه که با واکنش عایشه روبرو میشه و این مسئله رو محمد در سوره تحریم که سوره 66 قرآنه به آن اشاره میکنه. داستان از این قراره که یک روز برادر زینب یه خورده عسل برای زینب میبره و زینبم میشینه با محمد این عسل رو میخورن و چنین روی میده که یکی از زنان دیگرش به نام حفصه اینو میبینه. حالا برخی ها میگوین که حفصه خواهر عمر بوده، برخی ها میگن که حفصه دخترش بوده، ولی به هر حال حفصه یکی از زنان دیگر محمد بوده و اینو میبینه که زینب نشسته با محمد عسل میخورن. حفصه میره اینو با عایشه میگه. عایشه هم که در آن موقع در حدود 13 سال داشته برای محمد نقشه میچینه و حال ببینیم با حفصه چه نقشه‌ای برای محمد میچینه. هنگامی که محمد عسل رو با زینب میخوره، بر حسب اتفاق چنین روی میده که اون شب میره با عایشه بخوابه. هنگامی که نزدیک عایشه میشه، عایشه بهش میگه که دهنت بو میده، چه خوردی؟ محمد هم بهش گفته هیچی نخوردیم، هیچی نخوردم، با زینب یه خورده عسل خوردیم. عایشه هم بهش میگه پس مال این عسل است که دهنت بو میده، عسل رو خوردی دهنت بو میده. عایشه باش نمیخوابه و چنین روی میده که فردای آن شب محمد نزد حفصه میره که باش بخوابه. همین که محمد بهش نزدیک میشه، حفصه بهش میگه که عایشه بهش گفته چون عسل خوردی دهنت بو میده، در نتیجه باش نمیخوابه و محمد در اینجا سوگند میخوره که دیگه عسل رو نخوره، یعنی عسل رو بر خودش حرام میکنه، عسل خوردن رو بر خودش حرام میکنه. اما پس از یکی دو روز پی میبره که این عایشه و حفصه اینو دست انداختن، در نتیجه براش آیه میاد. در واقع نسبت به این مسئله واکنش نشان میده و این واکنش رو در سوره تحریم بیان میکنه و حال ببینیم در سوره تحریم چه میگوید. البته ما اینا رو فقط برای روشن شدن میگوییم. به هر حال هنگامی که محمد میفهمه که اینا دستش انداختن، سوره تحریم رو میگه و در آیه اول سوره تحریم میگوید یا ایها النبی لما تحرمو ما احل الله لك، یعنی ای رسول، داره به خودش میگه، داره با خودش حرف میزنه، به خودش میگه ای رسول چرا حرام کردی بر خودت هر آنچه را که الله برای تو حلال کرده؟ تبتغی مرلات ازواجک، برای خوشنود کردن زنهایت، والله غفور رحیم، الله آمرزنده و مهربان است. البته اینها را بیشتر هر وقت کم آورده این الله غفور و رحیم و حکیم و نعیم و نمیدونم این چیزها رو بهش اضافه میکنه، هیچ نیازی نبوده که اینو بیاره، ولی به هر حال میاره. پس داره به خودش میگه چرا بر خودت حرام کردی. آیه براش نمیاد که عایشه تو رو دست انداخته، سر به سرت گذاشته. آیه براش میاد که چرا عسل خوردن رو بر خودت حرام کردی. در آیه دو میگوید قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم، یعنی الله به تو فرض کرده که
ایمان تو حل کنی، یعنی اصل رو بر خودت دوباره حلال کنی، اصل خوردن رو بر خودت حلال کنی. والله مولاکم، الله دوست توه، و هو علیم حکیم، و او دانای آگاه است. در آیه 3 حالا ببینیم چی میگه. آیه 3 خیلی گنگ و مبهمه، حتی در زبان عربی معنی نمیده تا چرا صد به اینکه ترجمهش کنی. ولی به هر حال منظورش ببینیم چی بوده. در آیه 3 میگوید و از اثر النبی الى بعض ازواجه، یعنی هنگامی که آشکار کرد رسول برای برخی از زنهایش. منظورش اینه که هنگامی که رسول گفته به عایشه که عسل خورده با زینب، و اذا اثر النبی الى بعض ازواجه حدیثا، این داستانو آشکار کرد، فلما نبأت به و اظهره، یعنی این زنم، منظورش عایشه است، اینم برای یکی دیگه این داستانو گفته. الله علیه عرف بعله و اعرض عن بعل. این جمله اصلا معنی نمیده، اصلا خودشم ندونسته که چی داره میگه، ولی منظورش اینه که الله این زنهاشو بهش شناسوند که چه کسی، کدامی کشون خوبن، مثلا کدامی کشون بدن. اینو میخواد بگه، وگرنه خود جمله اصلا، خود آیه سراسر اصلا معنی نمیده. فلما نبأها به، یعنی هنگامی که فاش کرد، آشکار کرد به این، قالت من انبأک هازا، کی تو را، چه کسی اینو به تو گفت؟ اصلا خودشم ندونسته که چی داره میگه. وقتی که منظورش اینه که محمد به عایشه میگه که چرا اینو به حفصه گفتی، اونم گفته چه کسی گفته بهت که من به حفصه گفتم، بعد میگه قال نبأنی، یعنی به من گفت، منظورش اینه که محمد گفت به من علیم خبیر، کسی که آگاه داناست. خیلی گنگ و ناروشن اینو گفته. به هر حال به عایشه میگه، منظورش اینه که به عایشه میگه چرا به حفصه گفتی. عایشه بهش میگه کی به تو گفته که من به حفصه گفتم. اینم میگه علیمون خبیر، کسی که آگاه و داناست. بعد در آیه 4 اینا رو تهدید میکنه، میگه این تتوبا الله فقط صغت قلوبكما، یعنی اگه توبه کنید به سوی الله، به عایشه و حفصه میگه، برای قلب شما ها خوبه. و این تظاهره علیه، و اگر روبروی او وایسید، منظورش خودشه، یعنی اگر در روی من وایسید و از این کارا دوباره بکنید، ادامه بدید، فان الله هو مولاه، پس الله دوست اوست، و جبرئیل و صالح المؤمنین، جبرئیل هم دوست اوست و مؤمنان درستکار هم دوست او هستن. و الملائکتی بعد ذلك الزهیرون، و ملائکه ها از این پس نمایان میشن. اصلا خودش هم ندونسته چی داره میگه. به هر حال منظورش اینه که شما ها بایستی توبه کنید و از این کارا نکنید، چون الله و جبرئیل و مؤمنای درستکار و ملائکه ها دوست اینن، منظورش خودشه. و در آیه 5 میگه اثر ربه، یعنی شاید اللهش بخواهد، شاید اللهش، اصلا هیچ معنی نمیده. اثر ربه این طلق کنن ان یبدله ازواجا خیرا، یعنی شاید خدایش اینو بخواد، منظورش اینه که شاید بهتر باشه که شماها رو طلاق بده، به حفصه و عایشه میگه، خیرا من کن مسلماتی مؤمناتی قانتاتی و ابکارا، یعنی شاید بهتر باشه که شماها رو طلاق بده
و زنای مؤمن و درستکار و نمیدونم بیوه و باکره بگیره. یعنی در سن این در سن 59 نزدیک 60 سالش بوده، هنوز تو هوای زن گرفتن دخترای 7-8 سال است. به هر حال جدا از اینکه آیه ها خیلی گنگ و ناروشن و نامفهومن، ولی خب این یک مسئله خانوادگیش بوده، چه ربطی به آیین اسلام داره که اینو میاره؟ ولی ما به اینها توجه نکردیم و اینها را باور کردیم بدون اینکه اینها را بخونیم که اصلا جریان چی بوده، چرا این سوره تحریم رو گفته. حالا شما در نظر بگیرید یک نفر مثلا مادر بزرگش مرده، یا آخوند رو دعوت میکنه که بیاد قرآن بخونه، این آخونده میاد مثلا سوره تحریم رو میخونه برای مرده، زن مرده مثلا 90-95 سالشه مرده، سوره تحریم رو میخونه، یا ایوه النبی لما تحرمو، به زنه که مرده میگه ای رسول چرا بر خودت حرام کردی هر آنچه را که الله برای تو حلال کرده. این هست که ماها بهش باور کردیم. یک نفر مرد عرب 1400 سال پیش خودشو پیغمبر دونسته، داستانهایی که مربوط به زندگی خودش بوده برای ما گفته، عایشه سر به سرش گذاشته به کسی چه مربوطه، ولی اینو گفته و ما اینها رو میبوسیم، بهش باور داریم و بهش ایمان داریم. من در اینجا این برنامه را به پایان میرسانم. تا برنامه آینده شادزی شادکام باشی.